روز گذشته شاهد پخش گزارش نخست ما از جشنواره فیلم‌های ایرانی سان فرانسیسکو بودید. امشب گزارش دیگری رو در همین رابطه تقدیم حضورتون می‌کنیم. گفتگوی اختصاصی ما با اسفندیار منفردزاده، هنرمند برجسته موسیقی و سینما ایران که در جشنواره امسال ازش تقدیر شد و جایزه ویژه‌ای را دریافت کرد. در پنجمین جشنواره فیلم‌های ایرانی سان فرانسیسکو در شمال کالیفرنیا که به مدیریت سعید شفا برگزار می‌شود، در کنار نمایش 29 فیلم از 12 کشور جهان طی 2 روز، پس از نمایش فیلم داشاکل به کارگردانی مسعود کیمیایی، از آهنگساز فیلم اسفندیار منفردزاده و بدعتگذار موسیقی فیلم در ایران تقدیر شد. واقعا خستگیش در میره، چون مهربانی که میبینه از جامعه خودش هیچ چیزی پاسخ اون زحمتایی اگه بگیم یا هر کاری کرده، پاسخ واقعی اینه. نسل‌های بعدم میدونن که خب کاری بکنن باید با عشق بکنن و پاسخش رو اون موقع بگیرن، چون دستمزد هیچ کاری بوجه این کارا معلوم نیست، مترو معیار درست نداره. پول پاسخ اون کار یا اثر هنری به نظر من نیست. اون بازتاب اجتماعی و عکس‌العمل مهربانانه یا برعکس ناخواسته دوست نداره کسی، اونه که تعیین کننده است و اونه که تکلیف رو روشن میکنه و خستگی رو در میکنه. من به سهم خودم سپاسگزارم. اسفندیار منفردزاده نوازنده و آهنگساز ایرانی است که این روزها در سوئد زندگی میکند. او مدتی به عنوان نوازنده عود در سنین جوانی در رادیو نیرو هوایی نواخت و سپس به عنوان آهنگساز در رادیو ایران مشغول به کار شد. او علاوه بر آهنگسازی بر روی ترانه‌های مختلف، رهبری ارکستر دانشگاه تهران را نیز در اجرای چندین کار به عهده داشت. از کارهای مطرح او آثاری است که بر روی اشعار شهریار غنبری ساخته است. اکثر آثار او با صدای خوانندگانی چون فرهاد و گوگوش به اجرا درآمده‌اند که از آن جمله می توان به ترانه ماندگار و جنجال برانگیز جمعه با صدای فرهاد اشاره کرد. او که از کودکی از دوستان صمیمی و هم محله‌ای مسعود کیمیایی بود، با اصرار برای اولین فیلم کیمیایی بیگانه بیا موسیقی متن نوشت و به نوعی موسیقی فیلم را وارد سینمای ایران کرد. اشتیاق ساختن موسیقی فیلم در از دیدن فیلم شروع شد. در سن 12-13 سالگی با کیمیایی و خب فیلم هم که می‌دیدیم موسیقی بیشتر فیلم‌های وسترن آمریکایی جاذبه‌ای خودشو داشت و ما یه فیلم رو یک بار نمی‌دیدیم. اگه می‌تونستیم یه بعد از اون می‌رفتیم شب می‌اومدیم از سینما بیرون 3 بار حداقل در روز با یه بلیت، چون پول نداشتیم 3 روز مختلف بریم. این دیدن فیلم خودش مکتبی بود و تو ذهن نوجوانی من نقش بست و رویام بود که این کارو بکنم. سازم می‌زدم، رادیو هم که رفتم، رشد که کردم، سنی بزرگ شدم، تجربه کردم، دنبال این افتادم که این کارو بکنم و مصمم شدم و خیلی با اصرار خودم رو تحمیل کردم واقعا به سینما ایران. ساخت فیلم بیگانه بیا و موسیقی آن که تحت تأثیر سینمای غرب و آمریکا بود با شکست مواجه شد و این عدم موفقیت منفردزاده را متوجه کرد که باید به سراغ فرم دیگری از موسیقی برای سینمای ایران برود. ساخت موسیقی فیلم قیصر که با استقبال چشمگیری همراه بود و بعدها از پیشگامان موج نوی سینمای ایران شد، شروع موفقی بود برای ورود حرفه موسیقی فیلم به سینما. موسیقی فیلم قبلا ساخته شده بود، موفق نشده بود. آقای حنانه کردن این کارو و من فقط کاری که کردم توجه کردم به سلیقه ایرانی، موسیقی ایرانی. موسیقی قیصر موسیقی ایرانی بود، ویژگیش ایرانی بودنش بود که ملموس بود برای گوش ایرانی، اجراش مناسب بود، پولیفونی اونجوری چند صدایی نبود که نتونه گوش ناعادت به موسیقی مثلا فرض کنید چند صدایی تحملش کنه. اینه که پذیرفته شد و تجربه خوبی بود، موفق شدم و تونستم یه اثری بگذارم متفاوت. یه رشته‌ای در سینما به نام موسیقی فیلم، این حرفه وارد شد. از آن پس منفردزاده برای فیلم‌های متعددی با کارگردانان مختلف موسیقی نوشت، ولی دوران همکاری او با کیمیایی از درخشان‌ترین دوران حرفه‌ای او به عنوان سازنده موسیقی فیلم است. او آهنگسازی فیلم‌هایی چون تنگنا، گوزن‌ها،
خداحافظ رفیق را بر عهده داشت و برای دو فیلم قیصر و رضا موتوری برنده دو جایزه از جشنواره فیلم سپاس در ایران شد. او در سالهای اقامتش در خارج از کشور برای تعداد محدودی فیلم مستند، کوتاه و داستانی نیز موسیقی ساخته است. تماشای مجدد فیلم داشاکل بعد از 42 سال در جشنواره یادآور خاطراتی شد از ساخت موسیقی این فیلم در آن زمان. یکی این جنبه مذهبی فیلم بود که تای فیلم به ویژه مشخص از نوحه ها استفاده کردم، اینا رو بازسازی کردم توی اجرا. یکی موسیقی محلیه به دلیل داستانی که در مکان شیراز عاشقانه اتفاق میفته که رفتم دنبال ملودی های تازه، بخش اون عشق و این مرجان و این هم بخشی بود که باید تم ساخته میشد که این تم هم وجود داره. حماسی هم بخش جدال این هاست که تو تیتراژ فیلم هم هست. 4 فرم تقریبا تو این فیلم هست. چالشی بود داره موسیقی که هم ایرانی باشه هم تحرک داشته باشه، حماسی باشه. و خب تنبک زورخونه رو من با قیصر آوردم توی سینما ایران، دوباره از تنبک زورخونه استفاده کردم و اثر خودش رو گذاشت، کمک کرد. یعنی این تنبک زورخونه تو موسیقی ما دیگه مونده، سینما به جلو میره، رفته، باید هم بره. این ریشه ها رو باید نگاه کرد، اگر درستی توش هست تکرار کرد، نادرستیش رو انجام نداد. نمیتونه آدم گذشتش رو بریزه دور. هر گذشته اصلا سطل آشغال تاریخ اجتماعی نداره، همش تجربه های گرانبهاست که انجامش یا عدم انجامش سودمنده و آینده روشن‌تر مال جوون هم از آینده. ضبط موسیقی فیلم در آن دوران به دلیل تازگی داشتن این حرفه و هزینه‌های اضافی برای تهیه کننده اکثرا محدود به اجرا در زمانی کوتاه و شرایط خاص نیز می‌شد. موسیقی فیلم در مجموع فرض کنید 15 دقیقه اگه باشه اوریج، اینا قطعات 20 ثانیه، 2 دقیقه، 1 دقیقه، 80 اینجوری زمانه مختلف. نمیشد آهنگی پول داد. ساعتی رو دستمزد رو باب کردیم، ساعتی 100 تومن نوازنده‌ها راضی بودن. شهبال شهپره گوشی صدا کنه یا ببینه منو، اون محبت بزرگی کرد که تمام نوازنده ها رو به عنوان مدیر و کارای من محبت اگه اون نمیکرد واقعا سخت بود. ما جمعه ها باید ضبط میکردیم برای اینکه روزای دیگه ارکستر سیمفونی برنامه داشت، فقط اون ارکستر میشد این کار رو باش کرد. این شهبال عزیز من لیست میدادم که فلان جمعه یواشکی این سازا رو میخوام، شهبان محبت میکرد اینا رو یواشکی در گوشی خبر میکرد جمعه فلان استودیو، اینا میومدن و 4 ساعت اونجا بودن و روزای جمعه میرفتن. من موسیقیام بین 3 تا 4 ساعت بودجه داشتم. نوازنده میومد تو استودیو با آنتراکت با تنفس وسطش یه چایی بخوره، 4 ساعت کل ماجرا، تمرین، ضبط، خداحافظی، 4 ساعت. موسیقی برای سینما صداست، افکت، ساوند افکته، فقط موسیقی نیست. این اگر مفید نباشه خونسا نیست، مضره. حیف، کاش شانس می‌داشتم بعد از انقلاب با اهل موسیقی فیلم می‌شستیم. ما یه دفعه کلابی بود گپ می‌زدیم که یه خود اون تجربه‌های نشده و شده رو در میون بذاریم تبادل نظر کنیم.